به نام خدا. ای ایران عزیز، ای مردم ایران زمین، هموطنان بحران زده، نوروزتان فرخنده باد. خانواده شهدای سراسر ایران، خانواده های شهدای آبان، شهدای دی، شهدای اعدام شده، شهدای زندان ها، نوروزتان پیروز. خانواده شهدای شکنجه شده و خانواده شهدای آزمایشگاه میکروبی و بیوشیمی زیرزمینی باغ وحش، نوروزتان پیروز. مردم ستم زده، مردم زیر خط فقر، مردم عزیز از دست داده به علت کرونا، عیدتان مبارک. خانواده هایی که با تحریک احساساتتان در جنازه گردانی در کرمان در تراکم جمعیت عزیزانتان را از دست دادید، مردمی که به علت بی‌کفایتی حاکمان جور و ستم در سیل و زلزله که اینک جای عزیزانتان در عید 99 بر سر سفره هفت سین خالی است، عیدتان مبارک. مردم ما سال 98 را با کرور کرور مصیبت و کشتار و سختی و فقر و فلاکت پشت سر گذاردند، سالی که به غایت فلاکتبار بخشی به علت سرنگونی هواپیمای اوکراینی با تیر زهرآگین سپاهیان ظلمت، بخشی با بی‌کفایتی حاکمان از عدم لایروبی رودخانه ها که منجر به سیل گشت، بخشی از دشمن تراشی که منجر به تحریم گردید، بخش دیگری ناشی از فقر روزافزون روستاییان چکاول شده که با تکان زلزله خانه های خشت و گلی بر سرشان آوار گشت، بخش دیگری نیز مربوط به روح شیطانی و گرگ سپتانی حاکم فاسد که طی کمتر از 3 روز هزاران خانواده را عزادار فرزندانشان ساخت. آری، حاکمانی که با ایجاد رعب و شمشیر بر مردم حکومت می کنند جز فاسدانی قدرت طلب و هزار و یک فامیل نیستند. در واقع فرقه داعشیان شیعه که امروز با عوام فریبی و کسب قدرت نظامی همچون زنگیان مست که به هر بهانه‌ای تیغ علیه ملت مظلوم و نجیب می کشند، به خیال خامشان خواهند توانست با فریب و سرکوب تا ابد بر ملت حکمرانی کنند. ولی غافل از آن که هر سال دریغ از سال قبل، مقاومت و فداکاری و آگاهی مردم ما هر روز و هر سال بیش از قبل آوار خواهد شد بر رژیم فاسدی که هدفش جز پیشبرد فرقه داعش شیعه و جز به زنجیر کشیدن ملت ایران هدفی ندارد. هموطنان عزیز، بدین وسیله مایلم اعلام کنم ما در سال 99 قدرتمندتر از همیشه بر رژیم فاسد خواهیم تاخت، چه در زندان باشیم و یا در زندان بزرگتر جامعه، و با روشنگری بی آبرویی ستم پیشگان حاکم را بر سر هر کوچه و برزن فریاد خواهیم کشید. ملت ایران، آزادی و عزت ایرانی بودن نیازمند آزادی و فداکاری است، همان گونه که تا اینک پرستاران و سیاسیون زندانی و شهدای بزرگ آن را به جان خریدند. مردم عزیز، امید من است با همت شما سال 99 سال پیروزی بر دیو ستم و بر خامنه فاشیست باشی. این امید خیلی دور نیست. هموطن، در پایان مایلم یادآور شوم بیاییم در سال جدید خانواده زندانیان از جمله زندانیان سیاسی را که از هیچ ممر درآمدی برخوردار نیستند از یاد نبریم. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. رضا ملک.